در 3 ماه گذشته 180 تن به جرمهای مختلف جنایی در ولایت کندز بازداشت شدند. در 3 ماه گذشته منصوبین قماندانی امنیه ولایت کندز به جرمهای مختلف جنایی، قتل، اختطاف و دزدی و جرمهای دیگر به تعداد 180 تن را دستگیر کردند. از سوی هم قاری بختیار معاذ قماندان امنیه ولایت کندز کارکرد منصوبین قماندانی امنیه را در طی 3 ماه گذشته نتیجه همکاری مردم با نیروهای امنیتی عنوان نموده میگوید که به هیچ کس اجازه داده نمی شود تا مال مردم و به زندگی آنان ضرر برسانند. او دغه د کندز په ولایت کې بیا بل خصوص د کندز په ښار کې 180 نفره په مختلفو جرایمو باندې چې فساد اخلاقي ده په دې کې قاتلین دي، اختطافګر دي، همدارنګه قماربازان دي او همدارنګه چې د موټر تښتونکي غله دي، دغه ټول په مختلفو جرایمو باندې نیول سوي دي او د شریعت منګولو ته سپارل سوي دي. قاری سمیل حق نافذ مدیر مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت کندز میگوید که از نزد افراد بازداشت شده 15 میل اسلحه مختلف و نو، 1570 کیلوگرم مواد مخدر، 300 بوتل شراب، یک مقدار مهمات اسلحه‌های سبک، 27 اراده وسایل که بعد از بررسی به مالکان اصلی آن سپرده شده است. آقای نافذ می افزاید که تیم تکنیکی مقدار زیاد مواد منفجر ناشده و ماین هایی که در جنگ های گذشته بجا مانده بود را یافت نموده از بین برده اند. پتیر و دری میشد که تقریبا یو نیم دو تونه مواد مور نیولی دی چه آقا مختلف نو دی قسم دی او پا مختلف ساحو که ما دو کندز ولایت نیولی دی. نو دا پدې کې تقریبا چې تاسو هغه د خپل وینې شیشه ده او چرس دی، تریاک دی، الکولی مواد دی، دغه شانې زیات نور قسمه قسم مواد دی نو چې تعداد یې زیات تقریبا زړې پخلی هم نه راځي. نو دغه موږ نیولې دي په مختلفو ساحو کې او بیا د پخوا پر طلب باندې اوس د مواد پروشان او قاچاقبرانو کچم الحمدلله د مجاهدینو او دغه ملت په همکاري باندې ډیره رقم سوي ده. در همین حال منصوبین مدیریت اطفایه در مدت 3 ماه گذشته 25 مکانی که در آنجا آتش سوزی رخ داده بود را مهار کرده و از خسارات 367 لک افغانی جلوگیری کرده و جان تعدادی از افراد را نیز نجات دادند. قابل یادآوری است که به گفته شهروندان کندز در طی چند ماه گذشته با گرفتاری باندهای مهم افراد سارق و اختطاف کننده در این ولایت میزان جرایم جنایی نیز نسبت به چند سال گذشته کاهش یافته است. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.